هزار و یک شب داستان‌های برآمده از ژرفای تاریخ و تمدن و فرهنگ مشرق زمین. ترجمه عبداللطیف تسوجی تبریزی. چون شب 163 برآمد، شهرزاد گفت: ای ملک جوانبخت، گوهر فروش چون سخن همسایه بشنید به خانه خود بازگشت و با خود گفت: ابوالحسن را بیم از چنین واقعه بود که بر من روی داد و از بهر همین به بصره روان شد و از آن ورطه که او گریخت من در افتادم. پس اندک اندک دزدیده شدن متاع خانه گوهر فروش به گوش همه کس رسید و از هر سوی روی به دو آوردند. پاره دلجویی و بعضی سرزنش می کردند و گوهر فروش از غایت اندوه و حزن خوردنی و نوشیدنی نمی خورد و نمی نوشید. روزی به افسوس و ندامت نشسته بود، خادمی از خادمانش در آمد و با وی گفت: شخصی به در خانه ایستاده تو را می خواهد و من او را نمی شناسم. گوهری به در آمد و او را سلام کرد ولیکن نشناختش. آن مرد با گوهر فروش گفت: مرا با تو سخنی هست. پس گوهری او را به درون خانه آورده حدیث باز پرسید. آن مرد گفت: همه چیزهای تو پیش من است و در نزد من سخنی هست که اندوه تو را ببرد، ولیکن در این مکان نتوان نشست، خانه دیگر باید رفت. پس آن مرد مرا از این خانه به آن خانه و از این مکان به آن مکان همی گردانید تا شب در آمد و من از او هیچ نمی پرسیدم و همی رفتیم تا به دجله رسیدیم. زورقی از برای ما بیاوردند. به زورق برنشسته بدان سوی دجله شدیم و از زورق به در آمدیم. آن مرد دست من بگرفت و به محله‌ای برد که من آن محله هرگز ندیده بودم. پس آن مرد به در خانه‌ای بایستاد و در خانه بگشاد و مرا به خانه اندر برده در خانه به قفل آهنین محکم
ببست. پس مرا از دهلیزها گذرانده به نزد 10 تن مرد برسانید که گویا هر 10 تن با هم برادر و به یکدیگر شبیه بودند. چون بر ایشان داخل شدیم، آن مرد ایشان را سلام داد. ایشان رد سلام کردند و مرا اجازت نشستن دادند. من بنشستم و از غایت رنجی که برده بودم ضعف بر من چیره شد. گلاب بر من افشاندند و شراب به من بنوشانیدند و خوردنی از برای من بیاوردند. خوردنی بخوردیم و دست بشستیم و هر یک به جای خیشتن بنشستیم. ایشان گفتند: آیا ما را می شناسی؟ گفتم: لا والله، در همه عمر شما را ندیدم و همین مرد که مرا به سوی شما آورده او را نیز نمی شناسم. ایشان گفتند: ما را از کار خود آگاه گردان و سخن به راستی بگو. من به ایشان گفتم: بدانید که مرا حالتی است عجیب و کاری است غریب. آیا شما از کار ما آگاهی دارید یا نه؟ ایشان گفتند: بله، ما کسانی هستیم که متاع خانه تو را برده ایم و رفیق تو را با آن دختری که تغنی می کرد به دست آورده ایم. چون در ایشان آثار بزرگی مشاهده کردیم، با ایشان به یک جا ننشستیم. من به ایشان گفتم: رفیق من و آن دخترک کجایند؟ ایشان اشاره به پستوی خانه کرده گفتند که در این جایند، ولیکن ای برادر، به خدا سوگند که هیچ یک از ما راز ایشان را آشکار نکرده و پرده ایشان بر نداشته و از آن وقت که ایشان را آورده ایم حال ایشان را نپرسیده ایم و از برای همین بود که ایشان را نکشته ایم. تو اکنون حقیقت کار ایشان با ما بگو که تو و ایشان در امان هستی. گوهر فروش می گوید که چون من این سخن بشنیدم، نزدیک شد که از بیم هلاک شوم و به ایشان گفتم که جوانمردی یافت نشود مگر در نزد شما، و اگر در نزد من رازی باشد که از آشکار کردن آن بترسم، جز سینه شما جای دیگر آن راز را پنهان نخواهد داد. و ایشان را همی ستودم تا اینکه بر من چنان معلوم شد که حدیث گفتن من از پنهان داشتن راز سودمندتر است. آنگاه تمامت آنچه روی داده بود باز گفتم. چون حکایت بشنیدند، علی ابن بکار و شمس النهار را حاضر کرده گفتند: این علی ابن بکار و شمس النهار. آنگاه از ایشان عذر خواستند و با من گفتند: آنچه که از خانه تو آورده ایم پاره‌ای تلف گشته
و پاره دیگر باقی است. پس متاعی که حاضر بود به من رد کردند و با من عهد کردند که آنها را خودشان به خانه من بیاورند و باقی متاع را نیز به من رد کنند. پس ما از آن خانه به در آمدیم. مرا کار بدین گونه شد و اما علی ابن بکار و شمس النهار از بیم به هلاکت نزدیک بودند. من پیش ایشان رفته سلام کردم و به ایشان گفتم به کنیزکان شما چه گذشت و ایشان به کجا رفتند؟ گفتند ما را از ایشان خبری نیست. پس همه با هم بیامدیم تا به مکانی که زورق بدانجا بود برسیدی. ما را به زورق گذاشته بدان سوی دجله گذراندند. از زورق بیرون شدیم و هنوز ننشسته بودیم که سواری چند به ما احاطه کردند. کسانی که با ما در زورق بودند برجسته به زورق نشستند و زورق براندند. من با علی ابن بکار و شمس النهار در آنجا بماندیم. نه قدرت رفتن داشتیم و نه طاقت نشستن. سواران به ما گفتند که شما از کجایید؟ در جواب حیران بماندیم و من به ایشان گفتم کسانی که با ما بودند ایشان را نمی شناسیم ولیکن ما مغنیان ایشان هستیم. قصد گرفتن ما کردند که از برای ایشان تغنی کنیم. در آن حال به شمس النهار و علی ابن بکار نظر کرده به من گفتند که سخن به راستی نگفتی، راست بگو که شما کیستید و از کجایید و به کدام محله ساکن هستید؟ گوهری گفت من ندانستم که چه گویم. شمس النهار پیش سرهنگ سواران ایستاده به او سخنی گفت. سرهنگ از اسب خود به زیر آمد و شمس النهار را بر اسب نشانده لگام اسب بگرفت و همچنین علی ابن بکار را و مرا سوار کردند. سرهنگ سواران ما را همی برد تا در کنار دجله به جایی برسیدی. سرهنگ ملاحان را آواز داد، جماعتی بیامدند. سرهنگ ما را به زورقی بنشاند و خود با یارانش به زورق دیگر بنشستند و زورقها همی راندند تا به دارالخلافه برسیدیم و ما از غایت بیم مرگ را عیان بدیدی. آنگاه از زورق به در آمدی. سرهنگ سواران شمس النهار را به دارالخلافه برد و جمعی از سواران با ما بودند تا به خانه علی ابن بکار برسیدی. چون به خانه اندر شدیم ما را وداع کرده برفتند ولیکن ما از غایت هراس و بیم قوت برخواستن از آن مکان نداشتیم و روز از شب نمی شناختیم
و بدین حالت بودیم تا اینکه هنگام شام شد و علی ابن بکار بی خود بی افتاد. زن و مرد بر او بگریستند و او مانند مردگان افتاده بود. جمعی از پیوندان او بر من گرد آمده به من گفتند که هرچه به فرزند ما رسیده بازگو و سبب این حالت بیان کن. من به ایشان گفتم ای قوم، من بد نکرده ام، با من بد مکنید. چون قصه به دینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. روایت شهرزاد فتوحی، تنظیم از مجتبی میرسمیعی.